چهره جام جهانی 2018 کی بود؟ معلومه، مگه میشه کسی رئیس جمهور کرواسی رو یادش بره؟ تو فینال زیر بارون هیچ کی از زیر لباش در نرفت. تو فینال آسیا هم ما یه چهره داشتیم که یاد و خاطره بانو رو برامون زنده کرد. رئیس وزارت ورزش ما هم تو جایگاه همه رو بغل میکرد و دلداری میداد. برای همینه که میگم فرهنگ ما و کرواسی شبیه همه و سرمربیاشون توی ایران موفق میشن. در هر صورت میگن که روبوسی و محبت عمر رو طولانی میکنه. مهیا! خبر آمد، خبری در راه هست. دلخوشان کس که زان آگاه هست. خبر آن است دلار به نرخ روز و هنوز دو رقمی است. قیمت پراید در صورت وجود داشتن در بازار 40 میلیون تومان. قیمت تمامی منقولات، ملزومات، نیازهای جنسی و غیر جنسی مردم به نرخ ثانیه در روز محاسبه می شود. قیمت پوشک، نوار بهداشتی، شامپو تخم مرغی و همینک به خبری که به دستم رسید توجه فرمایید. معاون اول ریاست جمهوری در خبری مهم از کاهش رو به بالای قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری در سال جدید خبر داد. با نظر شهردار و تمامی مسئولین آب گران شد. بنزین به نرخ 5 برابری نرخ قبلی خود میرسد و همچنان پوشک برای بزرگسالان که بسیار نیاز است پیدا نمی شود. در پایان امیدواریم با باز شدن درهای ورزشگاه آزادی به روی بانوان نرخ امید به آینده در میان مردم. بالاخره خانومامون هم به ورزشگاه رفتن. کاری نداریم که باباشون یه کاره ای بود، مسئولی چیزی بودن یا قره کشی کردن، ولی مهم این بود که آزادی آزاد بشه که شد. ولی یه نکته مهمی که وجود داشت، رئیس فیفا تا با چشم خودش ندید خانمامون تو ورزشگاه نرفت تو جایگاهش بشینه. برای همینه که میگم شنیدن که ای بابت مانند دیدن. در هر صورت ما و این همه خوشبختی محاله. واقعا محاله. ما ایرانی ها یه عادت بدی داریم که همیشه بدی های همو میگیم و خوبی همون به چشم نمیاد. درسته که تحریمیم، شیر خشک و پوشک نداریم، کار نداریم که کرایه خونه هامونو بدیم، نرخ زاد و ولدمون پایین اومده به خاطر این که امید به آینده همون کم شده، ولی ما ایرانی ها هر چی که نداشته باشیم و به هر چی که توجه نکنیم به شکممون حسابی توجه میکنیم. به انتخاب مجله فوربس بستنی میهن جزء 10 برند برتر جهان شده. بفرمایید بستنی. تو ورزشگاه آزادی برای اولین بار همه چیزو کنار هم و بدون نقص دیدیم. آزادی لباس نو به تن نکرده بود که کرده بود. همه مدیران فوتبال جهان و رسانه‌های جهان توش نبودن که بودن. از همه مهمتر خانمامون تو ورزشگاه نبودن که بودن. ولی آقای کیروش شما کجا بودین؟ مگه اصلا کیروش هم باید می بود؟ ما کاری ندونی که با کیو کیا مشکل داری. کاری هم به ارسیه‌ای که برای فوتبال گذاشتین نداری. ما منتظریم ببینیم تو امارات با این همه ستاره قراره چیکار بکنی. تو زمانهای خیلی قدیم زنا برای کوچیکترین چیزا هم باید اجازه میگرفتن. ازدواج که پیشکش. الو من یه سر میرم خونه مهیا زود میام. یکم دیگه که گذشت نمیگفتن اجازه بگی. با کادو و اینجور چیزا گولمون میزدن که به حرفاشون گوش بدیم. الو اجازه میدی برم درس بخونم؟ یکم دیگه که گذشت متوجه شدیم حق یه سری کارا رو نداریم و تا یه چیزی میشد میگفتن مگه زن با حیا از این کارا انجام میده. الو اجازه میدی برم سر کار؟ البته الان به یه جایی رسیدیم که تو ورزشگاه رامون میدن. ببین این دیگه آخریشه. اجازه میدی برم کوهنوردی؟ خب دیگه ما اینیم، به عقب باز نمیگردیم. هات‌داگ یا سوسیس سگی از کجا اومده؟ تو سال 1825 میلادی تو شهر فرانکفورت یه سری قصاب اومدن و یه سری سوسیس‌ها رو طراحی کردن که دراز و کشیده بود. یکی از اون قصابا یه سگ پاکوتا داشت از نژاد دانگ‌هاوند. تا اون موقع به این شباهت پی نبرده بودن که دقیقاً این سگ شبیه همون سوسیس‌هاست، کشیده و دراز. از وقتی متوجه این شباهت شدن اسم این سوسیسا رو گذاشتن دانگ‌هاوند. با همین اسم رفت آمریکا و فروشنده‌های محلی اونو داغ می‌کردن و دست مردم می‌دادن. یکی از اون فروشنده‌ها متوجه شد که وقتی این سوسیسا رو دست مردم میده به قدری داغه که انگشتاشون می‌سوزه. برای همین اونو لای نون پیچید. این ابتکار برای یک کاریکاتوریست خیلی جالب بود و اونو به تصویر کشید. و به خاطر اینکه تلفظ املایی دانگ‌هاوند رو درست نمی‌دونست، اسم سوسیسا رو توی کاریکاتور خودش گذاشت هات‌داگ یا سگ داغ. میدونید که این روزا سگ داغ خیلی طرفدار داره. همه اینا رو گفتیم تا بگیم معنی هات داگ میشه این، نه اونی که خارجی ها میگن. راستی مهیا
یه فیلم بهت نشون بدم راجع به سوزوندن 300 تا سنگ، اصلا جگر از آتیش میگیره. ما ایرانی ها یا ببخشید همیشه بدی های همو میگیر، بدی همو به چشم میاد و خوب آش بدی های همدیگر رو یادش بخیر. تو هر خونه ای میرفتی یه بچه وای ببخشید یادم رفت اصلا کلا یادتون مهی نه میگم که مهی ها حالا میخواین اصلا نریم آخرشو روبوسیه رو تو شهر آلمان. تو شهر آلمان چیه؟ در هر سولت سولت